هنوز توی کنت هستم. یه جای دیگه که اینجا اومدم ببینم یه کارخونه بزرگ شرابسازیه. با یکی از کارمندای اینجا که اسمشون از آقای کلین قرار دارم که اینجا رو به من نشون بدن. بریم با هم. Hello, Colin. Good morning to you, nice Neda. Colin ازم میپرسه سفر خوبی داشتی؟ کجاها رو دیدی؟ چه خبر؟ که منم بهش میگم تا حالا سفرم فوق‌العاده بوده و چیزای خیلی زیادی یاد گرفتم. کالین میگه چه خوب، امروزم راجع به این کارخونه و نحوه درست کردن شراب چیزای زیادی یاد میگیری. اینجا باغ بزرگ انگوره. البته انگورا اولش که کوچولو هستن و قورن، ولی این قوره ها احتیاج به نور آفتاب دارن که رشد کنن و آماده برداشت بشن. کالین میگه معمولا اواخر ماه مه این انگورا آمادن برای شراب سازی، ولی امسال به خاطر اینکه به اندازه کافی آفتاب نبوده ممکنه که برداشت محصول تا 2 هفته به عقب بیفته. صاحب این کارخونه و کارکنانش این انگورا رو هر چند روز یه بار آزمایش میکنن تا از درصد شکر و اسید اون با خبر بشن. اینجا توی این باغ همه انگورا رو با دستشون میچینن و اینطور که کالین میگه اکثر ساکنین این شهر کوچیک که خونشون اطراف این باغه موقع برداشت محصول برای کمک به اینجا میان و این کار براشون مثل تفریح میمونه که هم انگور میچینن، هم انگور میخورن و هم دور هم هستن و با این کارشون از یک کسب و کار محلی حمایت میکنن. چه کار قشنگی! These will be between 3 and 5 years before they're ready to produce grapes in sufficient quantity for us to harvest. تو این قسمت کلین قلمه‌های انگور رو به من نشون میده و میگه این قلمه‌ها بیشتر از 4 تا 5 سال طول میکشه تا به یه درخت انگور درست حسابی تبدیل بشه. کلین میگه این یه نمونه از اون قلمه‌هاست. When you look at it, it is something that doesn't. وقتی آدم بهش نگاه میکنه اصلا به نظر نمیاد که این یه تیکه چوب زنده باشه و بتونه رشد کنه. کالین میگه تو این کارخونه سالی 60,000 بطری شراب تولید میشه. البته به غیر از شراب سالی 450,000 لیتر هم سایدر که یه نوع نوشیدنی هست که از سیبه تولید میکنن. دو تا دستگاه های خیلی خیلی قدیمیه، آب میوه گیریه، ولی مخصوص سیب که مال 400 سال پیشه. Let me now show you where the wine is produced and the apples این قسمت هم جایی که بعد از برداشت محصول کار اصلی که تهیه شراب و آب سیب محلی انجام میشه و الان چون موقع برداشت محصول نیست این دستگاه کار نمیکنه. This grape is Pinot Noir that we saw when we walked around the vineyard. اینجا جاییه که اومدم اون شرابایی که گفتن اینجا درست میکنن توی این کارخونه رو مزه کنم، اما خب میدونم بد مزه است به خاطر که اون انگورای خوشگل مشکل که اونجا هست که رفتم دیدم وقتی با الکل قاطی میشه مطمئنم خوشمزه نمیشه، البته به نظر من. این شرابی که کالین به من پیشنهاد میکنه که مزش کنم یه شرابه که کلی معروفه و جایزه های زیادی برده و اینطور که میگه طعم شیرینه، ولی به نظر من اصلا شیرین نیست. If you like also non-alcoholic drink, we have some apple juice. If you excuse me, I must get some cold apple juice. آب سیب بدون الکل. این آب سیب یه آب سیب طبیعیه که بهش هیچ شکری اضافه نشده و به همین خاطر هم برای بچه ها خیلی مناسبه و هم برای کسایی که بیماری دیابت دارن. It's also people who have illnesses like diabetics. This juice is again no sugar added. این آب گلابیه. And very healthy. خیلی خوشمزه است. آب سیبه با این آب گلابی معرکه است. خب حالا آدم وقتی چیز خوشمزه هست چیز خوشمزه رو می نوشه، نه اون که تلخه. من دوست ندارم.